در دو انفجار در گلزار شهدای کرمان ده ها نفر به شهادت رسیده و تعداد زیادی هم زخمی شدند و حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. عصر روز چهارشنبه 13 دی ماه 1402 دو انفجار در محدوده یک گلزار شهدای کرمان به فاصله 10 دقیقه رخ داد. مسئولان گلزار شهدا در ابتدا بیان کردند که صدا مربوط به انفجار چند کپسول گاز می باشد و اتفاق خاصی برای کسی رخ نداده است. پس از مدتی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان اعلام کرد انفجار در مسیر افرادی که برای رفتن به مزار قاسم سلیمانی در چهارمین سالگرد او رفته بودند رخ داده است، اما هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از انفجار گاز بوده یا حمله تروریستی است. اما دقایقی بعد خبرگزاری تسنیم از قول برخی از منابع اعلام کرد که در ورودی گلزار شهدای کرمان دو کیف بمب گذاری شده وجود داشته است که عامل یا عاملان این حادثه ظاهراً با ریموت بمب ها را منفجر کردند. متعاقب این خبر معاون امنیتی استاندار کرمان تایید کرد که این دو انفجار تروریستی بوده است. رئیس اورژانس کرمان میگوید آمار شهدای انفجارهای چهارشنبه در این شهر از 100 تن گذشته و تعداد مجروحان هم بیش از 200 نفر است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران عصر روز چهارشنبه 13 دی ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره انفجارهای تروریستی در گلزار شهدای کرمان ضمن عرض تسلیت به خاطر این موضوع اظهار کرد. عصر امروز اولین انفجار رخ داد و وقتی مردم به کمک آمدند انفجار دوم روی داد و عمده شهدا و مجروحین در همین انفجار دوم دچار حادثه شدند. گفتنی است تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. علی اکبری، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با میهمانان این بخش، دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی که از تهران ما هستند، و دکتر روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ که از آنتالیا با ما همراه هستند. سلام عرض ادب خدمت دو بزرگوار. آقای دکتر خزعلی، ابتدا با شما شروع میکنم. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، ارزیابی شما از عامل یا عاملان این حادثه تروریستی چیست؟ با سلام خدمت شما و عرض تسلیت به خانواده های داغدار شهدا و مجروحینی که انشالله شفای کامل پیدا کنند، عرض کنم خدمتون، من قبل از اینکه بخوام دنبال عامل بگردیم، من میخوام عرض کنم در گروه مهدویت سرای قلم ما 3 ساله یک تصویری و با عنایت به اخبار ادیان، اخبار آخرالزمانی، یه تصویری رو کاملا در منطقه ترسیم کردیم. مسئله رژیم صهیونیستی، مسئله ژئوپلیتیک اطراف ما از طالبان گرفته تا آذربایجان تا مسائل دیگه و شورش‌های داخلی، همه اینها رو یه تحلیلی داشتیم در 4 بند من میخوام عرض کنم که اینها رو جمع‌بندی میکردیم، بعد برسیم به این که حالا امنیت کشور که وظیفه حکومت از امنیت کشور و شهروندان رو تأمین کنه کدوم جایگاه رو داره. و من قدم اول میگم با تمام این فضایی که ما داریم، خب رژیم صهیونیستی در نزدیک تهران ترور کرده، گروگانگیری کرده، اومده آبسر دماوند ترور کرده و اسناد برده، پس یک قدرت نفوذ اینجا وجود دارد. از اون طرف داعش اینجا عملیات داشته، اومده رفته تو حرم امام رضا سلام الله علیه با چاقو 3 نفر رو زدن. اینها رو داشتیم. برای امنیت شهروندان چه کردیم؟ به این باید بپردازیم. یعنی وقتی که ما میخوام این مسئله رو با همه هجمه‌هایی که داریم، همه خطرهایی که ما رو تهدید میکنه، یه دفعه میبینیم بعد از ورود طالبان به حکومت در افغانستان میلیونی به صورت راهپیمایی وارد ایران میشن و نمیگن خب اینا همه
پناهندگان نیستن که خطر جان رو دیدن و ترک کردن اون کشور رو، نه، یه عده ای آمده اند، نفوذ کردند داعش و اینجا کادر سازی کردند، یعنی از جای دیگه داره هدایت میشه. من قدم اول میخوام بگم قبل از هر چیزی باید در این کشور، همونطور که در راهپیمایی اربعین تو عراق که شما هستید ببینید دم راهپیمایی اربعین چه تلاشی میشه برای امنیت این جمعیت 20 میلیونی و تمام مسیرها و مراقبت‌هایی که میشه که این انفجار اونجا اتفاق نیفته. این سهل‌انگاری رو اول باید حاکمیت بپذیره و باید مسئولین امنیت اون شهر در یه همچین سالگردی پاسخگو باشن. اولین پاسخگو امیر المومنین میفرمایند که اگر در اقصی نقاط بلاد اسلامی ظلمی بشه من امام المسلمین پاسخگوام. اولین پاسخگو برای این عزیزان بیش از 300 نفر شهید و مجروح ما داریم، اولین پاسخگو امام المسلمین و بعد از او همه افراد مسئول باید بیان پاسخ بدن. اینطوری نمیشه ما از کنار این پاسخ ها رد شیم، از اختلاس ها رد میشیم. از اینجا جان یک جمعیت زیادی است، امنیت مهمتر از جان اونها. 300 نفر مستقیم اما 85 میلیون احساس ناامنی میکنن. شما چه کردید؟ آیا طرح فراگیر کد این پناهندگان آوارها انجام شده؟ آیا هر فردی از اتباع بیگانه حداقل، حالا داخلم داریم، به داخلم میرسیم، آیا همه اینها کدگذاری شدن، شناسایی شدن یا همینطور هیئتی اومدن و در کشور پخشن و دارن، من خبر دارم، اینو میگم به عنوان خبر میگم، که دارن سازماندهی میکنن، یارگیری میکنن و داعش در این کشور داره فعالیت میکنه. امنیت من شهروند مسئولیتش اول رهبری است و بعد به ترتیب رئیس جمهور تا میرسه وزیر کشور و بقیه اطلاعات، سپاه. شما امنیت ما رو باید تأمین کنید، اگر نمیتونید برید کنار. اینجا اون حرفیه که باید بزنیم ما، نه اون مجری که میگه که نمیخواد بره. نه، اگر شما نمیتوانید جان این شهدا رو و خانواده هاشون و 85 میلیون رو حفظ کنید، استعفا بدید. هستن کسانی که میتوانن امنیت این شهروندان رو حفظ کنن. من حالا میخوام، چون سوال شما راجع به چه کسانی بود، اولش من میگم مسئولین مملکت مسئول جان اینها هستن، چون نتونستن امنیت رو تامین کنن با قدرت، با اقتدار. اول شما ببینید، بعضیا میگن 8 میلیون، بعضیا تا 15 میلیون، چون آمار ریسی که وقتی اختلاف اینقدر زیاده بین 8 میلیون اتباع بیگانه در کشور تا 15 میلیون، یعنی آمار هم ندارید شما بدین. شما باید آمار که میگید بگید 8 میلیون و 125 هزار مثلا تا دو نفر آخرش هم بگید. بله. اما شما ندارید آمار. این یعنی که شما امنیت ما رو به بازی گرفتید و مسئول جان این عزیزان شما هستید و باید پاسخگو باشید. این گام اوله. بعد میرسیم به تحلیل وضعیتی که رژیم صهیونیستی ما در این 3 سال گفتیم میخواد بیاد، یا سفیانی روایات که مثلا شاید از اردن، از وادی یابس بیاد، میخواد بیاد حماس، حزب الله، هشت شعبی و انصار الله رو بزنه و بعد به ایران حمله کنه. به تعبیر خودشون میخوان بیان سر اختاپوس رو بزنن. شما برای این چه فکری کردین؟ فتنه آذربایجان که در روایات داریم، وقتی اسرائیل میاد بالای سر شما سلاح میذاره، پهپادشو میاره، شما برای این چه کردید؟ فتنه طالبان رو براش چه کردید؟ چه کار کردین که امنیت ما رو حفظ کنین که بعد یه روز میبینیم که سرباز ما روی برج دیدبانی در مرز کشته میشه و میزندش؟ اینا رو چه کار کردین؟ اون سرباز مسئولیت جانش با مسئولینیه که حواسشون نیست. مثل همون اختلاس ها، بحث ما الان اینه، حواس مسئولین نیست، اختلاس ها و این الان هم شهادت ها، همش مسئولش شخص رهبری، رئیس جمهور، وزیر کشور و مسئولینه. باید پاسخگو باشن و اگر مسئولی اینجا اهمال کرده، مثل هواپیمای اوکراینی نشه، داریم به سالگردش نزدیک میشیم، بیاد دادگاهی بشه. وزیر کشور باید دادگاهی بشه و من به نمایندگی از شهدایی که پای این نظام، پای این انقلاب ایستادن، میخوام بگم آی وزیر کشور، باید تو دادگاهی بشی. این جمعیت رفتن اونجا، در اولش که دیدیم در ازدحام یاد کشته شدن، یعنی شما تدبیر نکردید. امروز در مراسم 4 سالگرد سرباز این مملکت شهید قاسم سلیمانی باز
300 نفر کشته و مجروح داریم. شما باید پاسخگو باشید. بله، ممنونم از شما. جناب دکتر رحیم پور، نظر شما رو هم در مورد این سوال میشنویم. خیلی متشکرم. با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم، تو از ادب خدمت های دکتر خزعلی بزرگوار. من هم تسلیت میگم کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان رو در شهر کرمان، و امیدوارم که مجروحان این حادثه را آسیب دیدگان هرچه سریعتر بهبودی کامل به دست بیارن. من با بخش عمده ای از صحبتهایی که دکتر خزعلی مطرح کردن موافقم، از این حیث که الان ما در گروه تروریستی و تکفیری و اینا داریم که گردن گرفته باشه، و اساسا هم به نظر میرسه کار گروه های تکفیری و تروریستی نیست، در اینکه اونا معمولا این کارها رو انجام میدن برای تبلیغات و در واقع پروموت کردن خودشون، معمولا با این هدف اتفاق میفته، ولی چنین کاری انجام ندادن. به نظر میرسه وضعیت عملیات یا این پروژه یک وضعیت امنیتی و اطلاعاتی بوده که میتونه در واقع کشورها یا حکومت‌هایی رو مد نظر، اما قبل از اون واقعیت این هست که اتفاق ناگوار و اون انفجارهایی که در کرمان رخ داد، پیش از این که مورد ارزیابی قرار بگیره بابت اینکه عاملش چه کسانی هستن، خیلی مهمه بدونیم که بازندش چه کسانی بود. یعنی این عملیات قبل از اینکه عامل داشته باشه بازنده داره. در سه سطح از نظر من جمهوری اسلامی بازنده حکومت جمهوری اسلامی، بازنده در واقع محض این عملیات. از منظر اخلاقی واقعیت اینه که ما دیدیم چه آشفتگی ایجاد شد، علی‌رغم اینکه خب می‌دونیم هر عملیات نظامی و شبه نظامی که منجر به کشته شدن بیگناهان و افراد غیر نظامی بشه قطعا محکوم هست، اما آیا این محکوم بودن منجر به این میشه که پاسخگو هم نباشن مسئولان یک کشور؟ تضمین امنیت جانی و روانی شهروندان بر عهده حکومت هاست، حکومت اون کشوره. ما نه پاسخگویی داریم. چرا؟ به خاطر اینکه شفافیت نداریم. چرا شفافیت نداریم؟ به خاطر اینکه اساسا مسئولیت پذیری وجود نداره. در وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی باخته، تا همین جای کار در مورد این قضیه باخته، در موضوع امنیتی باخته، در مسئله اخلاقی باخته، در مسئله امنیتی هم که بازم آقای دکتر خزعلی گفتن نمونه های دیگه، این هم یک نمونه دیگه که نتونستن امنیت لازم رو تامین بکنن، و خدا میدونه چه اتفاقهایی ممکنه رخ بده، اونجا هم باختن. این دوتا مسئله باعث میشه وضعیت سوم شکل بگیره، یعنی مسئله سیاسی. چرا که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها از تامین نیازهای اقتصادی مردم عاجز شده، نه تنها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان رو میتونه تامین و تضمین بکنه، بلکه اون شعاری رو هم که سالیان سال مطرح میکرد که مهمترین دستاورد استقرارش امنیت هست، عملا اون رو هم از دست داده. سوال اینه که وجود چنین حکومتی چه مزیتی برای جامعه ایران داره؟ این وقتی در این سه مرحله بازنده در واقع اتفاق رو من میگم جمهوری اسلامی، این به معنی اینه که حداقل، میگم حداقل، خیلی خوشبینانه بخوام نگاه کنم، عامل سلبی این انفجارها جمهوری اسلامیه. ممکنه درون جریان‌های مختلف جمهوری اسلامی نیروهایی باشن که دست به چنین اقداماتی بزنن. ما نمونه مشابه رو داشتیم بعد از وقایع جنبش زن زندگی آزادی، در مدارس متعدد دخترانه در شهرهای مختلف کشور مسئله مسمومسازی آمدانه دختران دانش آموز رو داشتیم که هیچ کسی بابتش نه پاسخگو شد، نه محاکمه شد، نه معلوم شد چه کسانی هستن. احتمالاً درون حکومت بود. حالا اگر خود حکومت نباشه، یعنی خود کارگزاران و مجریان حکومت نباشه، کسانی بودن که درون حکومت دست داشت. در نتیجه ما چنین عناصری رو داریم. قضیه هواپیمای اوکراینی همچنان بعد از 4 سال به یک مسئله بغرنج تاریخی و لاینحل تبدیل شده که خیلی از تحلیلگرها و ناظران به درون حاکمیت از رابطه اون متوجه هست. در نتیجه اگر بخوام خوشبینانه نگاه کنم، میگم عامل سلبی اینه به جانب جمهوری اسلامیه، ولی دلایلی وجود داره که میتونه عامل ایجابی رو هم در واقع به سمت جمهوری اسلامی نشانگیری بکنه و جمهوری اسلامی رو متهم بکنه به دست داشتن.
ممنونم. جناب دکتر خزعلی، به نظر شما بیشترین سود رو از نتیجه این حادثه تروریستی کدام طرف میبره؟ ببینید، من میخوام بگم که اینها هیچ سودی نداره. اتفاقا تمام حرکتی که کرد، حالا مشابه کودک کشی در غزه، بیش از 10,000 کودک کشته رژیم صهیونیستی، اما گمان میکرد که پیروز با اون مقدمه‌ای که بهانه‌ای درست کرده بودن که حماس حمله کرده، که البته مردم فلسطین هستن میان تو شهرشون، من به اونها حق دفاع مشروع میدم. در تمام این 106 سالی که اشغال شده اون سرزمین بعد از جنگ جهانی اول، به اونها حق میدم تا ساحل مدیترانه هر جا بتونن از خودشون دفاع کنن، و همیشه هم تحت ستم و ظلم رژیم صهیونیستی بودن. اما وقتی رژیم صهیونیستی آمد به میدان و اون کشتار رو که زنان و کودکان و الان دیگه از مرز 22,000 شهید گذشته، علارغم اینکه مدیا تمامش دست صهیونیست هاست، یعنی 80% مدیای جهان دست اونهاست، اما باختن. در صحنه مدیا هم باختن، در آمریکا تظاهرات شد، در انگلیس، فرانسه، آلمان، با اینکه من کردن تظاهرات به نفع فلسطین نباید باشه، اما شد. من میخوام بگم اونهایی که این جنایت ها رو میکنن بدانند خون اینها و مظلومیت اینها جریان دارد، و اونها که فکر میکنن برنده هستن، بازنده اول و آخر خواهند بود. این که رژیم صهیونیستی، این که مرتجعین در اینجا بازنده خواهند شد، شکی نیست، اما مسئولیت مسئولین ما مهمتره. حواسمون باشه، بله، مردم میایستند، این خون این شهدا خون تازه است، در حرکت اسلامی و حرکتی که در جهان رو داره میگیره، داره میره در اروپا پیشرفت میکنه، در آمریکا جلوی کاخ سفید میایسته بعد از غزه، این حرکت شدتش بیشتر خواهد شد و مردم خواهند ایستاد، و بدون ما خواهیم ایستاد. این خونها، برادر شهید من هم رفت، باعث شد ما پیمان ببندیم و بایستیم، میایستیم تا آخر. اما مسئولین باید بدونن این ایستادگی مردم و شهادت ها مسئولیت اونها رو کم نمیکنه، یقه اونها رو هم میگیریم. یعنی ما بسیجی، من به عنوان بسیجی خیبر از طرف همه رزمندگان دفاع مقدس میگم، ما یقه شما رو میگیریم. شما نه در جنگ بودید، خیلی هاشون نه جنگ رو دیدن. من نمیدونم آقای رئیسی کی جنگ رفته، رؤسای قوه، حالا قبلا که آقای لاریجانی ها که رنگشون عیده بودن، نه در دفاع از کیان حرکت کردید، نه الان. الان مشغول کارهای خودتونید. حالا الحمدلله مشغول یه عده مشغول اختلاس هم، و شما هم که مشغول لاپوشانی اختلاس ها. اما این دیگه جان مردمه، مال مردم رو بردید، جان مردمه، و ما تا آخر خواهیم ایستاد. مطالبه ای که من به عنوان یک بسیجی جنگ دارم این که باید محاکمه بشن، یعنی با تعارف بگذاریم. مسئولین امنیتی این کشور باید بیان جلوی میز محاکمه بایستن و باید برکنار بشن. تا کی میخوام هر حادثه بندازیم گردن دشمن؟ دشمن که کارشو میکنه، دشمن میخواهد بیاید امنیت ما رو بگیره. کما اینکه بعد از اشغال عراق توسط آمریکا دیدیم که شهدای بعد از اشغال خیلی بیشتر بود. هر جا میرفت کسی بیرون، یه انفجاری در بغداد داشتیم، در جاهای دیگه داشتیم. باید جلوش گرفته بشه. داعش هست و تفکر تکفیری هست، رژیم صهیونیستی هست، اینها همه هستن. ما چه کرده ایم؟ آیا شما سرتون مشغول چه کاریست؟ واقعا مشغول لفتوریس و ویلاسازی ها و خوردن ها و اختلاسه، و حواستون به امنیت مردم نیست. انشالله که ما این بار مثل هواپیمای اوکراینی نشه. ممنونم از شما. جلسه دادگاه علنی رو ما منتظریم، و وزیر کشور یکی از کسانی است که باید در اون دادگاه حضور داشته باشه به عنوان متهم و پاسخ. جناب آقای رحیم پور، صحبت پایانیتون رو خیلی کوتاه میشنویم. خیلی متشکرم. من معتقدم که در این حادثه، حالا البته زمان طبیعتاً باید بگذره، دیتای بیشتری به دست بیاد، اطلاعات رو بتونیم بهتر آنالیز بکنیم و در موردش مفصل‌تر صحبت کنیم، ولی در این 24 ساعتی که ازش گذشته، من تصور میکنم که اگر قرار باشه که این انفجارها کار نیروهای خارجی مثل مثلا اسرائیلی ها و امریکایی ها بود، این ها باشه، سود کم تری به نسبت طرف های در واقع متعارض داخل حاکمیت میتونن داشته باشن. نه اینکه اونا سودی نداشته باشن،
طبیعتاً از به هم ریختن امنیت داخلی کشور از مثلا از بابت انتقام گیری بابت کشته شدگانشون در همون عملیات هفتاد همه اینا میتونه دلیل باشه بابت اینکه سود داشته باشن. اما نیروهایی که در داخل کشور با هم دیگه در درون حکومت در حال تعارض و مقابله هستند، نیروهایی که به دنبال تعیین جانشین رهبر پیش از مرگ رهبر فعلی جمهوری اسلامی هستند، بیت اقتدار نظامی و اقتصادیشون در ارکان مختلف حاکمیتی هستند، اونها بیشترین سود رو میتونن ببرن. چون در این وضعیت اولا میزان مشارکت اجتماعی ممکنه کاهش پیدا بکنه، میزان اقبال عمومی به نخبگان و افراد دلسوز در داخل کشور کاهش میتونه پیدا بکنه و عرصه برای تکه‌تازی نیروهای تندرو بیشتر فراهم بشه. خیلی ممنونم. من راستی میخوام عذرخواهی کنم بابت اینکه صدای اطراف هم ناهنجار بود و این موقعیت نامناسب تونستم. ممنونم، لطف کردید. بابتش عذرخواهی میکنم. خواهش می‌کنم.